تون شاد باشه لباتون خندون باشه به زندگی به کامتون باشه عزیزان هر جای دنیا که هستین شما ایرانیا امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشین بعضی جا روز بعضی جا شب به هر حال هر جا هستین هفته دیگر شد در خدمت شما اومدین به حضور شما عزیزان در خانه های شما و در خانه های گرم شما که با چای نشستین و برنامه ها رو داریم میبینیم و هر جای دنیا که ما رو میبینین امروز برنامه ما چی خبر از ایرانه اگه میتونین یه زنگ به ما بزنین اگه چی خبری دارین چیزی میخوایم بگین یا تصویر ما رو میبینین یا صدای ما خوبه هر چیز بالاخره یه زنگ به ما بزنین لطفا و به این تلویزیون هم کمک کنین برنامه ای ما رو به کارگردانی آقای یاسر عزیزم شروع میکنم بیار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما خداوند شو گذار و سپاس گذارم برای این وقتی که به من دادی قدوس از تو میطلبم در نام پر جلال ایسای مسیح برنامه من تحت کنترل حمایت خود قرار بده خداوند هر که از زبانم بیرون میاد نام تو رو جلال بده خداوند به ایمان دارم که هر <applause> چیزی که میگیم خداوندا به خواست اراده ای تو باشه شکر میکنیم به نام پر جلال عیسی مسیح آمین خب شمالیان شما چیز این برای شما اول خوب خوشگذر نشیم به زمستون بالاخره دلاتون گرم ببون خاناتون گرم ببون امیدوانیم که شادی در خانه و زندگی شما باشه عزیزان شمالی البته خودم کن چون شمالی هم یه چند کلمه هم شمالی و سلام علیک میکنیم هر وقت که میاییم برحال بازم متاسفم از اون بقایی هواپیما که 176 نفر جان خودشون از دست دادن به قول خیلی ها که در سایده دیدین اشتباه انسانی نبود بلکه عمدی در کار بود به اینا همیشه یک سناریو دارن که مردم به یه جوری بکشن یه کارهایی بکنن که مردم به انعراف بکشونن یه جوری میخوان افکارها رو به انعراف بکشونن حال بیزاری یه دونه از آقای خامنه ای براتون بیزاره ببین یاسر جان اگه آماده سیه بیزاره ببین چی میگه این آقا بعد از اون بتونیم صحبت بکنیم اگر هم نه که بریم بدم توی برنامه تو حرفای من میذار اولش هم که ما همه اینا رو میبینیم باور بکنیم مقصر خود ما ملت ایران هستیم اگه ما به اینا بها ندیم باور بکنیم. اینقدر که ایرانیا به این رژیم بها میدن درست یکی دانشجو میان یکی جوون میان این همه داد فریاد میکنن حقشون میخوام ولی ما مقصر اصلی خود ما ملت ایران هستیم چون برای اینکه وقتی اینا هر حرفی میزنن ببینیم مثلا یکی از اون مسالا که همین قاسم سلیمانی رو که کشتن بعد خیلی ها دشمن همین سپاه و فرمانده سپاه و قاسم سلیمانی بودن تو پستاشون هم میذاشتن که بر علی قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی نمیدونم 1500 نفر دستور داد توی آباما بکشه نمیدونم این همه کشته در عراق و سوریه و یمن و همه جا دست داره همه چی اینا رو میگیم توی پستها وقتی که قاسم سلیمانی رو کشتن در کشور خارج از ایران کشتن همه ای ما پستاشون برگشتن همین ای که تا دیروز قبل از یه ساعت دیگه پست میذاشتن که قاسم سلیمانی پلانه نوشتن قاسم سلیمانی سرباز وطنه بابا سرباز وطن این نرف ما ایران که جنگی با کسی نداریم که جپی جنگ که نبود جلو جپی جنگ نبود که آقا شهید بشه بگیم آقا برای وطن خودش درش مبارزی میکرد کشته شد این داشت میره عملیات برنامه تروریستی در کشورهای سوریه و عراق و نمیدونم این ور منج بکنه به خاطر همون اینه فهمیدن کشتن ما موقع ملت ما مقصریم ما مقصریم وقتی یک نماینده مجلس که اصلا حقش نیست به بم... شما این مجلس نگاه میکنین واقعا آدم خجالت میکشه وقتی این مجلس نگاه میکنه یک اصلا دو کلمه حرف نمیتونن بزنن اگر هم دارن حرف میزنن با هم دعوا دارن میگیرن این داره برای اون داد میکنه اون یکی داره برای اون داد میکنه عین طویله گاو و گوسفند میز دارن داد میکنن وقتی به این نماینده رأی میدیم به این نماینده میره اونجا هیچ کاری برای ما انجام نمیده بلکه میاد بر علیه ما کارم انجام میده بعد همینی که میاد مثلا تو شهر ما حل با حل این سلفی میگیریم پذیرایش میکنیم حلوا حلواش میکنیم این فکر میکنه مثلا واقعا در صورتی که این نماینده است که از یک شهری از یک استانی رفته که خدمت به اون استان و به اون شهر و به اون ملت بکنه به اون مردم بکنه نمیکنی یک طرف <applause> بعد اینقدر حلبا الوا میکنیم نمیدونم این دوونه زیر بغلش میذاریم پذیرایش میکنیم ای آقا میره هم بر علی ما کار میکنه هم مال ما رو میدوزه زندگی خودش پو از دزدی از همه چی بازی زندگیش میبره بالا کلای ما سر ما بی کلا میشه بعدا تازه میگیم که ای این نماینده میگه دفعه دیگر هم میاد یه نماینده میاد آقا این هیچ کاری نکرد آقا کل نظام جمهوری اسلامی در این چهل سال که گذشت شد چل یک سال در کل این چل یک سال آقا اینا هیچ کاری برای ملت و مملکت و خودشون نکردن شما کارنامه شونو نگاه بکنین هیچ کاری برای تو نکردن فکر نکنین که یه نفر میارن این یکی بهتر از اونه او یکی بهتر اصلا هم چیزی نیست شما نگاه بکنین این خامنه ای من نمیدونم یاسر جان اون خامنه ای داری بیزاری یا نه اگه لط بگونی اکتفا کن به سله با پروردگار بذار همه دنیا قطع کنند به قول خودشون منزوی کنند دوره به درک انزوای اونا چه ضرری به ما میزنه وقتی که انزوا حالا از انزوا خارج شدیم چه خیری بردیم حالا مثلا از انزوا خارج شدیم کو حالا چه فایده ای از خروج از انزوا اینا ببینید اینا معارف اسلامی است شنیدین این آدمی که میگیم ما منزوی شدن تازه خیلی چیز چیز کاری با ما انجام نمیده که منزوی باشیم در جهان مثلا چیزی نیست که مسئله ای نداریم که این آدم که فقط اونجا نشسته غرور بیش از حد اینو گرفته همین آدمی که قبل از اینکه رهبر بشه اون رفسنجانی نیامورزی رفت اینو رهبر کرد او گفته بود که آقا اگه من اولش لیاقت ندارم رهبر شما بشم دوم از این که اگه من رهبر مملکت ایران بشم وای به حال اون مملکت که الان میبینیم واقعا وای به حال این مملکت که رهبرش این خامنه ایه تو نگاه بکن آخه در تمام دنیا ایران منذبی کرده با همین حرفایزه بعدا صد هفتاد شیش نفر عمدن شما تو آسمان تازه پا شده بود اگه از آقا این درست داشت به طرف بالا میرفت تازه به هشت هزار پا رسیده بود باید خودشی برسونه به چهارده پونزده هزار پا گفت این چجوری اینو مرده بختی پنج دقیقه الان هفت دقیقه پنج دقیقه بود پا شده بود هواپیما پیما قبل از اون میگه آقا برج مراقبت نمیدونم تمام پتابنده ها نمیدونم اینجا اونجا همه جا اعلام میشه تو رادارا میخونن کی این پرواز داره میکنه همه اینا گذشته کشتن زدن عمدن هم زدن که افکار مردم انعراف بدن کاری به الان خیلی مردم داغدار کردن خب این آدم با تمام وقاعت این هر نفری که گزار آمدن میگن صد هزار تومن به اینا دادن این همه خرج کردن این همه از شهرستان ها اوتوبوس ها دیدین شما چقدر اتوبوس مردم آوردن زور زورکی که پای رابر بشینن این آدم نه یک تسلیت گفت به این بازماندگانشون نه تسلیت به ایران گفت نه یک معذرت خواهی با این واسه خودشون بعد از سکوت سه روزه اومدن گفتن ما مقصریم وقتی میگیم من مقصرم باید بیایم معذرت خواهی بکنی دیگه مثلا مرگ تو تو میگی که من نمیدونم رهبر اون کشورم که بعدا این دو کلیمه رو بلند نیستی این چیزی که چهار کلیمه باید صحبت بکنی مردم تو آرام, آرام بکنی همین تو تشخیص نمیدی همش داری غلدوری میکنی یا نمیدونم همش داری شاخشونه برای کشورهای دیگه میکشی این همه پرچم خرج پرچم میکنین میسازین پول پرچم پرچم آمریکا رو یا اسرائیل ببرین اونجا آتش بزنین دیدین که این مردم هم تو دنیج دادن توی خیابون پرچم رو گذاشتین مال مردم که پیاده دارن میرن میان پرچم آمریکا و اسرائیل گذاشتی هیچکس نرفته همه از بغلش رفتن اینا اصلا شما نه شرم میفهمین نه انسانیت میفهمین اون دفعه هم گفتم حیوان شعورش خیلی بیشتر از شماست یه مثال حیوانی هم زده بودم که یک شیر مردم یادشون میره وقتی حرفا یک شیر یک دونه آوی گرفته بود گرسنه بود شیر وحشی آهو رو گرفت که بخوره وقتی انداختش با این دید حامل است آوه همونجا موند سه تا شیر دیگه که میخواست بهش حمله بکنه اونا رو نذاشت که به این حمله بکنن جنگ زرگری خودشون رو انداختن که آوو فرار بکنه یعنی شور این حیوان از شور این خامنه ای بیشتره من نمیدونم این ملت ما چرا این اون بچه های بسیجی اخه بسیجی های عزیز اخه جوان های عزیز شما این خامنه که میدونین این مرد شیطان شیطان باور بکنید صفت شیطانی داره روی شیطانی دارین گول نخونین ای بسیجیای عزیز این مملکت مال شماست نرین همسایگان خودتون رو بزنین بکشین رفیقاتون رو بزنین بکشین به خاطر اینا اون کشور مال شماست شما با این پول مزدوری 500 هزار مونه 5 میلیون 4 میلیون میگیرین مردم میکشین بعدا فردا آینده باید جوابگوی ملت باشین دادگاهی میشین میکشن شما رو چرا جون تو میخوای برای این آدما بیزاری چرا جون تو برای کسی نمیذاری برای ملت تو برای مملکت نمیذاری جون تو میذاری برای این آدمای علیل این آدمایی که از نظر فکری دوزار نمیارزن هیچ چی نمیفهمن تو اگه بسیجی اگه دیپلوم گرفتی لیسانس گرفتی دکترا گرفتی تو بهترین شغل باید داشته باشی برای اینا بسیج بشم برم همسایه خودم بزنم نمیدونم مردم خودم بکشم چه ارزشی داره آقا این زندگی چه ارزشی داره که تو بخوای همسایه و مردم خود تو بکشی این کشور مال توه اون پولا مال توه پنج میلیون چیه تو وقتی یک همه کار داشته باشن همه کمپانیا بیان تو ایران تو باید بهترین زندگی رو داشته باشی نه منفور مردم خودت باشی بلکه مردم عاشقانات تو رو دوست داشته باشن برای انسانیتت عوضی که منفور بشی بین مردم برو محبوب بشو بین مردم بعدا همین آدم کشارو رو میگه ما ملت ایران مغصریم تمام تقصیرها به ملت ایران به خود مردم ما این که مقصریم اینا رو باها میدیم به اینا بچه ای من میکشن من این آدم را میدم میارم خونه بهش پذیرایم میکنم ایاننم اگه احتیاجم داشته باشم مثلا اگه فرزند علیل داشته باشم پول احتیاج داشته باشم باز نباید این آدم ها را رو را رای بدین باور بکنین اگه پول احتیاج داریم به مردم بگیم مردم برای شما شما رو کمک میکنن ولی شرف خودتون رو نذارین شعور خودتون رو نذارین تو دست اینا ما مردم مقصریم وقتی اینا رو حلوا حلوا حل میکنیم اینقدر بها میدیم به اینا ما مردم مقصریم عزیزان ما مغسریم رهبری که میخواد بیاد یک رهبریت بکنه به قول خودش مردم رو ساکت بکنه برای نماز جمعه خودش به مردم صد هزار تومان میده بیاد که اونجا سیای لشکر بیاره بعدا نمیدونم هم اونجا یک دونه ارسخایه و یک دونه تسلیت هم نمیگی به مردم اینقدر این مرد غرور داره چون روی شیطان داره شیطان غرورشه که همه دنیا رو داره نابود میکنه شما نگاه کنید سیستان و بلوچستان سیل اومده ببین مردم چجوری زندگی میکنن یه عکس دیگه فرستادم اگه یاسر جان عزیز ببین مردم چجوری دارن زندگی میکنن چهار تا چوب زدن دوشه حسیر گذاشتن زیر اون آب زیر اون گل دارن زندگی میکنن یا یه بچه ای که در این روزا یه بچه کوچیک سه چهار ساله توی آب چهار سال گیر کرده بود همه توی سایدهای مجازی دیدین بچه داره چرد میزنه توی آب اینا یک دلار کمک به این مردم خودشون نمیکنن به این سیل زدگان به این زلزله زدگان به این وقایع طبیعی که میاد ولی عوضش پول میبرن برای تروریستا پول میبرن برای یو یمن که دیروز کلی یوسیه یمنی یمن یه تروریست که ضد دولت خودش این پهبادار از کجا میاره این موشکار از کجا میاره دولت ایران به اونا میدن میندازن تو جون هم دیگر. او یک طرف عربستان طرفتار در دولت او یکی مخالفش طرفتار جمهوری اسلامیه میندازن تو جون هم دیگه مردم آواره و بطه میس سوریه چند میلیون تالا آواره کردن اگه ایران و با روسیه نبود اونجا ملت الان اینجوری نبود اصلا میافتاد مردم هم یک زندگی برای خودشون داشتن این همه آوارگی این همه خرابی نمیشد میگیم خدا به ما کمک نمیکنه خدا چجوری کمک بکنه به ما ما اینکه روز به روز بودپرستی داریم میکنیم تو ایران بعد همین بودپرست ها رو حلوا حلوا میکنیم میذاریم روی سر ما بچه من بکشه من بعد اون راه بدم بیاد خونه بگه بله بچه کشته شد الان شهیده برای اینکه آمریکا این تشنجی که توی منطقه کرده این بچت به خاطر هم شد نمیگه عمدا من به خاطر چی چی موضوعی کشتم جعبه سیار نمیدن درسته جعبه سیار میگه توی چیز خودم خود تو که تکنولوژیش نداری ببینی اون چیه که مال 837 که بده به یک دونه کشوری که نه آمریکاست نه اوکراینه بده به یه جای دیگه بزار اونا باز بکنم مشخص بود معلومه توی یه چیزی هست که نمیخوای بدی باور بگون دست نمیرسه اگه دست برسه الان اون جعبه رو با نمیدونم برق میزنی نمیدونم چند ولت هزارون ده هزار ولت میزنی که اون بسوزه اگه بتونی این کاره میکنی باور بگون که مشخص نشه این همه خانواده رو از آزار کردی توی کانادا کانادایی برای همین ایرانیایی که اونجا سیتیزن شدن و توی این هواپیما مردن برو ببین با چی احترامی اونا رو گذاشتن با چی احترامی برای اونا یاد بود گرفتن همین یاد بوده تو ایران شما با رفتن توی بهشت زرای هر جا رفتن کلی آدم های سپا رفتن که مردم حرف نزنن مردم من نمیدونم اونا رو نگاه بگو اونا که بیگانن ببین چی احترامی میذارن شمایی که به قول خودتون خودی هستین ولی از غریبه ها غریبه ترین آدم کشترین مردر کشتین نمیزنین که یک دونه سوم هفتم من نمیدونم برای خود گریه بکنه یه ذره از همه رو بیرون تمام اون ناراتی های درونی رو بیندازه بیرون یه نفرم که نمیاد توی این تلویزیون ها نمیگه که مردم شما زنگ بزنین بیزا به درد دل این مردم گوش بدن شما که هیچ وقت این کار نمی کنین بشینین اونجا بگین آقا شما به هر چی میخوایم بگیم بیزا مرد بریزه بیرون بیزا بگین بین چی داره میگه چی, چی درونش چی گرفتاری هست شما اصلا به هیچ چیزی اعتقاد ندارین یک دولت غاصبگر تروریست هستین که ایران رو غصب کرده و مردم ایران زندانی کردین و با, با اسلحه و با کشت و کشتار میخواین اون ری... اونجا رو نگه دارین ولی کور خوندین این تومیمیری دیگه اون تو نیست مردم دیگه از اون ترسها ها افتادن بیرون هر جور بشه میان بیرون دوباره مردم دیدین که همه جا میان بیرون بالاخره تظاهرات میکنن یعنی yani دیگه اون ترس ندارم به شما یاسر <سؤال> جا اگه بشه بریم یه دونه سرود <سؤال> گوش <سؤال> بدیم برگردیم تخت پادشاه هم آشقانه شبم نزدیک و او را من ستایم پرستش را نباشد انتهایی وجودم غرق در مت خدایم نه امروز و نه فردا ترس من نیست زمان ها را از او نباشد دشمنی در پیش شروع که با ایسا برو چیل نباشد تو را در دل درون فکر به آوازی ستای من سرود خانه لبانم زک از سوی تو شتاب من تو را در دل, در دل درون فکر آوازی ستای من سرود خانم لغانم زی سوی تو شتابم من شبم مرزی کورا من پرستش را نباشد انتهایی وجودم قرق در متر خدایم نه امروز و نه فردا ترس من نیست زمان ها را از آن او بدانم نباشد دشمنی بیار پیش رویم که با ایسا برو چیره نباشم خدای من پناه من تو همراهی به راه من مرا داری در آغوشم تو بخشیدی No ملت عزیز ایران امیدوارم که هر جای دنیا از این دلتون شاد باشه و واقعا خنده بر لبای ایرانیا باشه از این غم و غصه بیرون بریم دیگه اینقدر ما واقعا نمیدونیم باید چی باید بکنیم ولی ما ملت ایران چرا میگم ما مقصریم برای اینکه ما به اینا باها میدیم برای اینکه وقتی یه روزخون میاد یه مدام میاد برای بود پرستی میگیم بیاد آقا اونجا برای ما بخونه هی حلوا حلوا حلواش با حل میکنیم میذاریم رو سر ما چی داره بل بلغور میکنه چی میخونه که دو کلاس به من سواد یاد بده یا دو کلمش تاثیر توی ذهنم بکنه چی آقا حسین 1400 سال پیش مرد خب مرد خب چی شهید شد این همه توی این جنگ های مردم دارن هر میمیرن که حسین شهید شد اونم برای که من نمیدونم فامیل یزید بود نمیدونم پسر اموش بود نمیدونم دختر اموش بود نمیدونم چی چیش بود بالاخره فامیل بودن با هم برای حکومت اونجا با هم جنگیدن جنگ کردن گرفتن با من چه اون گرفت میخواست حکومت بگیره با یزید جنگ کرد هفتاد دو نفر تو نمیدونی ب... ما برای ده هزار نفر نمیتونی بری جلو نمیتونی بری که جلوی ده هزار نفر بجنگی که تازه خیلی خیلی سرش هم بچه خودشم بلند کرده بود مثلا آقا با مثلا گلدوری اومده بود هفتاد دو نفر اومده بود در مقابل ده ایزان نفر بایسته بعد از ترس بچه خود گنداغه خودش اینایی که این داستان ها رو میگن بچه قنداقی خودش گرفته بود که اونا رم بکنن به این نزنن همون زدن همون همه رو کشتن از, از چی ربطی به من ایرانی داره همین اعرابی که 1400 سال پیش اومدن توی گرگان و توی شمال ایران کلی کشتن ما رو چی تأثیری برای حال من داره آخه ما از اون ب... ببخشید از اون مرده بوت بسازم برای چی بوتش پرستش بکنم مردش پرستش بکنم اسم از معلوم است کجا دفنن یه جا رو درست بکنم بارگاه درست بکنم اونجا رو پرستش بکنم خب اینا هم بوت پرستیه اینا همه بعد میخوایم خدا به ما رم بکنه ما که دست نیاز ما به سوی بوت ها و مرده ها و نمیدونم فالگیری و این چیز اون چیز هست بعد میخوایم خدا به ما رم بکنه ما باید این دولت رو بگیریم بیندازیم که الان یاسر جان من بیزن نشون بده اون سیل زدای سیستان رو ببین چجوری زندگی میکنن مردم سلام باشی وضعیت آدم های سیل زده ببینیم آزاشون هم چجوریه همه خونهش کپرنشین آب برده نه خیلی با مکافات دارن زندگی میکنه راه رفته هم ندارن هیچ بسایل گرمایشی ندارن یه روز خونه که چند روز پیش آب اومده همه جا آب برده این ای ای هم ای از اوضای این روستا همه کم... کفرنشین نشین اونا هاشون هم کرد سیویس هیچی نداره من خدا اصلا کمک هم تا الان اینجا نیمده برای متاسفانه اینا از خونه با این اوضاع اینا دارن زندگی خودشونو میچرخونن حالا خودتون غذابت کنی اینا انسان نیستن اینا که هم کشوری ما نیستن اینا ایرانی نیستن بعدن رئیس جمهور خبره خبرش میره اونجا همه رو جمع میزنی با محافظینش پنجه شست نفر بیشتر نیستن شما اگه طرفتار داشته باشین خب مردم میان استقبالتون دیگه معلومه که از شما نفرت دارن این همه آب اومد شما بعد از 24 ساعت 48 ساعت میرین اونجا یه لکوپتیر علکی تازه کمک مردمی رفته دو تا دور میزنین دو تا مانور میدین میگین بله ما داریم کمک می‌کنیم. بعد یه مرده نمیدونم توی این قایق تندرو نشسته بود از خودشون داشت میرفت داشت روزه میخوند نمیدونم چی چی جمهوری اسلامی رو جلا میداد نمیدونم روزه میخوند برای خودش اینا اصلا درک شعور اون کمک ندارن اینا اصلا درک اینه ندارن که یه دولت باعثی چی کارهای انجام بده برای ملت و برای کشور خودش اینا فقط دزدی رو غلدوری رو بلدن مردم ما مقصریم باز میگم ما مقصریم چون به اینا بها میدیم محرم میشه حالا ببین چی خبره بدن این عربا چی کار کردن واقعا واقعا گیلانیا اون موقع دیلمان اون موقع این همه حمله کرده بودن یا عرب نتونستن دیلمان و اونورا رو بگیرن تا مازندران خیلی کشته دادن ولی اینجام هر هرچی کشتن ولی نتونستن بگیرن مجبور شدن عقب نشینی بکنن بس دینی که با زور شمشیر میخواد بید دین ب... نمیدونم به تو زور بگی که این دین رو بگیر با شمشیر و با کشتار و با زورگویی اون دین دین خداست اینا همه چی رو قاطی کردن سیاست و دین و اقتصاد و همه چی رو با هم قاطی کردن چون نمیدونن چیکار بکنن تا حرف هم میزنی میگه اسلام در خطر است آقا اسلام کیز داغه من خطر باشه اسلام برای من چی به درد میخوره اسلام چه کاری انجام میده برای من؟ بابا مردم برین این قرآنتونو بخونین خواهشن برین دین اسلامو بشناسین اونایی که تالا نشناختم برم بخونن بشناسن اینا مقدسات شما نیستن باور بکن این مردها مقدسات شما نیستن عزیزان من یه ذره به فکر ایرانتون باشین یه ذره به فکر مردم ایرانتون باشین میخواین با اینا مبارزه بکنیم واقعا اینها رو بیندازیم بره یه قدم همه با هم اتحاد به بدیم بیایم بیرون اونم توی ایران هستن که شما رو جمع بکنن تنها رای پیروزی ما ملت ایران اینه که با هم اتحاد به بدیم همدیگر رو اینقدر محبت بکنیم دوست داشته باشیم که با اتحاد با همدیگر بریم این رژیم رو بندازیم همین خیلی اینقدر راحته باور بکنیم نگین که من نشستم میگم راحته واقعا راحته اگه همه با هم 50 میلیون آدم تو شهرستان ها همه یک میلیون اگه یک میلیون نباشه 500 دیزار نفر بیان تو تهران مثلا 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون بیان بیرون توی شهرستان های دیگه 1 میلیون 2 میلیون بیان بیرون همه با هم بیان بیرون یه دفعه بی اینا فرار برقرار ترجیم ترجیح میدن یا نه یک لحظه توی این مملکت نمیمونن همهشون فرار میکنن در هر شهرستانی در هر استانی تلویزیونش بگیرین تموم شد از اونجا خبراتونو میدیم پیاماتونو میدیم مردم همه متحد میشه میان بیرون مثلا تو همین سلبریتی های ایران یا بگون خیلی ها استفاده دادن در دا از این فیلم فجر چند تا میسه مزدورانی هستن که پاچه خورای همون جمهوری اسلامی که میگن نه ما باید فجر رو باید اجرا بکنیم باید شرکت بکنیم توش مبارزه یعنی همین دیگه مبارزه از همین جوری شروع میشه اون تحریم میکنی فردا نمیدونم اداره برق همه اعتصاب میکنن راننده ها اعتصاب میکنن مترو اعتصاب میکنه همین جوری میشه یه دونه انقلاب درست حسابی بابا عراق تا حالا ببین همین زودی هاست که عراق و لبلان دولت های خودشون رو بیندازن و هیزبولای لبلانه که اونا رو داره میزنه اینجا هم عراقی که داره اینار رو میزنه فعلا الان اینا نبودن این الان همینا هم نم میزنم کنار میندازن باید اتحاد به خرج بدین مثلا 500 500 نفر اینجا بیان 50 هزار نفر اینجا بیان نمیدونم 10 هزار نفر اونجا بیان طوری انجام نمیشه یا باید 10 هزار نفر در تمام نقاط تهران باشه هر جایی پنیزان نفر دعیزان نفر باشه که اینا نیروهاشون نتونن به همه جا بفرستن نه مثلا فقط تهران مثلا دانشگاه باشه 24 فن باشه اونجا مثلا ده ایزار نفر بیس ایزار نفر بیان اینا نیروهاشون همه رو بریزن اونجا نه باید در سی نقطه تهران باشه که اینا نتونن بریزن وقتی پخش بکنن ضعیفن ما ملت دیگه از این به بعد اینقدر هندوونه زیر بغل اینا نذاریم توی این مسئولین یا نمیدونیم اینقدر حلوا حلواشون نکنیم وقتی ببین این مثلا محرم میشه شما یک مدار میارین کلی پول هم بهش میدین که بزنین بزنین تو سرتون شما رو گریه بیاره بزنین تو سرتون یا بیاین نمیدونم یه چیز هچل هفتی بشه اینو وقتی بهان ندین یعنی اون درک و شهور رسیدین که آقا ما با این روزهای های 1400 سال پیش دیگه مخالفیم دیگه نمیگیم یه تروریستی نمیگیم سردار شهید ما اینجوری به اونجوری یک لحظه حزب باد نمیشیم سری عوض نمیشیم در جا یا مخالف این رژیمم یا مخالف نیستم یا موافق این رژیمم وسط وجود نداره میسی اصلاح طلبا وسطی وجود نداره هم میخوای اون طرف نگه داری هم این طرف نگه داری هم مخالفین رژیم میخوای نگه داری هم خود رژیم باید نگه داری نمیشه اینجوری خدا و شیطان هم همینجوریه <تصفح> یا خدا رو باید داشته باشی یا شیطان داشته باشی وسطی وجود نداره از یک چشمه میگن دو نوع آب بیرون نمیاد یا آب شیری میاد یا آب شور از یک چا نمیتونی هم آب شور برداری هم از آب شیرین برداری شما نمیتونین از یه پاتونو بیزارین اون بر یه پاتونو بیزارین این بر و از وسط جر میشین بگم هم این طرف باید داشته باشم هم اون طرف خب معلومه که از وسط جر میشین نابود میشین ما امروز بایسی اون دراحت داشته باشیم اون هوشیاری رو داشته باشیم که با هم اتحاد به خرج بدیم اگه میخوایم واقعا ایران ما رو نجات بدیم به فرزندان ما رو نجات بدیم این تحصیل کرده ها فرار نکنن میسی این احمقا یک نفر بیاد 176 نفر موخه بزنه با یک موشک بکشه تمام ورزشکارای ما یکی یکی دارن فرار میکنن دختری کی بود پریروز روز رفته هلند همه دارن دارم میرم خارج چی اینا همه سرمایه است تلویزیون ایران مرده داشت با دو نفر مصاحبه میکرد والیبالیست بودم فکر کنم میگو امید ما به شما شما هم نکنه فرار بکنیم برین اونا یه ذره مینمین کردن گدان نه بر میگردیم بر میگردیم فرار کردن آقا بر کردن به کجا دختره داره آبشار میزنه یا پاس میده این مغنم میاد جلو صورتش اون یکی که دفاع میکنه دیگه این مغنه و مجلوش نتونست بگیره خود ناراحت میشه دختر این میگه این مغنه باید شد که من این ببازم اینا همه زایریه زایر ببین اینا زایره میخوان با این چیزا مردم بزنن تو دهنشون و مردم بخوابونن تمام ورزشکارا دارن فرار میکنن تمام مخا دارن فرار میکنن کشور ما چی به هیچی داغون داغون چهار تا آخوند بی سواد نشوندیم اونجا تو فقط برو این آخوندهایی که پیرن همه مسئولیت بزرگ دارن یه دونه غاب بگیر اینا رو بیزار ببین قیافه فقط نگاه بکن خدایش هشتا ساله نو ساله حرف نمیتونن بزنن همه دارن دارن میمیرن دارن میفتن تو اونا باید برای مملکت مثلا ها بگن که آقا تو چی بگونی؟ او آقا او چی بلده؟ آقا بید بگه مثلا همی جنتی که نمیتونه حرف بزنه این چی میتونه بهت بگه فقط مردم من میخوام که شما هوشیار باشین دلم میخواد که ایرانی من سربلند و سرافراز باشه ایران من سربلند و سرافراز باشه تمامی حرفا اینه که عاشق ایرانیم و میخوایم که ایران ما مثل کشورهای دیگر آزاد باشه ملت آزاد باشه میسه همه کشورهای عادی مردم بره بیان ویزیت بکنن نمیدونم شما بریم شما بیاین این بر این مردم برن اونور یه کشور عادی بچه به خاطر یه روسری نزنن تو سرش یه پسر به خاطر اینکه عقیدش عوض بشه عوض اسلام نمیخواد یا عقیدشون با عقیده عقیدشون نیست نمیدونم نندازن بیرون بکشن یا فرار بکنه تنها دین کذایی در دنیاست که شما وارد این بشین دیگه خارج نمیتونین بشین میگن مرتدی باید شما رو کشت هیچ دینی در دنیا اینجوری به شما نمیگه تنها دین کذایی که علکیه هیچ هم اصلا قانونی نیست نه خدایی نه هیچی از طرف شیطانه فقط امروز مردم آرزو میکنم در نام عیسی مسیح که کشور من سربلند و سرفراز باشه به دعا میکنم برای شما عزیزان که همیشه آرامش خدا در زندگیتون باشه امیدوارم که همیشه دلاتون شاد باشه امیدوارم که ایرانی واقعا آن چیزی که بایستی در دنیا نشان داده بشه بشه لیاقت ایرانی بالاتر از ایناست که الان این ها دارن بر شما حکومت میکنن آقا اگه اون کشور خوب باشه همه میان ایران زندگی میکنن دیگه میرن میان پول میبرن میارن نمیدونم گردش مالی داره دیگه کسی دشمن ما نیست از جنوب بگی امارات بارین عربستان همه دشمن ما از این طرف بگیر نمیدونم پاکستان اون برای سلزدگان پاکستان خامنه ای داشت گیری میکرد به تسلیت میکرد بعد این سلزدگانی که همسایه اونجاست سیستان و بلوچستان که کشور خودش یک گریه و یک تسلیت یه دونه پیام شادباش براشون نمیده یه پیام قوت براشون نمیده امروز وظیفه همه ایرانی است که این مرد از اون تختش بیاریم ب... پایین همین تا کشورتون آزاد بشه دوستتون دارم واقعا میخوام ایرانی سرفراز و سربلند باشد به ایران من سربلند باشه شما را به خدا می سفرم. تا هفته دیگر بدرو تا وقتی دیگر بدرو تا درودی دیگر مرسی که برنامه های ما رو می بینین به ما را ساپورت بکنین عزیزان تا ما برنامه های بهتری برای شما بذاریم در تلویزیون, تلویزیون عادی هستیم به بیشتر بهتر بشیم فقط کمک های شما رو لازم داریم که شما عزیزان ۳۰۰ نفر به ما کمک بکنه. حداقل هر چی میتونه بیزار نفر به ما کمک بکنه. هیچ فرقی نمی کنه. دوست داریم که برنامه های خوب و برای شما بذاریم. مرسی. بدرود تا درود دیگر.